سلام، سیاوش کامکار هستم از طراحان شبکه آرکا. امروز میخواییم راجع به DL580 G9 براتون صحبت بکنیم و دستگاه رو به صورت کامل به شما توضیح بدیم. بریم که ببینیم. با یک خاطر خیلی زدی جعبه رو باز میکنیم. متعلقاتی که داخل جعبه هست رو میتونید خیلی راحت ببینید. قسمتی هستش که مربوط به ریل کیت و کیبل منیجمنتی که توی دستگاه هست، کابلای پاوری که داخل دستگاه هستن به تعداد 4 عدد، چون 4 تا کابل روی این دستگاه قرار داره، و بقیه مواردی که مرتبط با خود دستگاه است. این شاسی خیلی شاسی سنگینیه. بهتره حتما با یه کمک اینو از توی جعبه در بیارید. دو تا دسته در انتهای دستگاه وجود داره و دو تا دسته هم در جلوی دستگاه که خیلی راحت نفراتی که بخوان اینو حمل بکنن کافیه اون دسته ها رو بگیرن و بلندش بکنن. برای باز کردن در دستگاه DL580 G9 مثل در دستگاه های دیگه کافیه که دقت بکنیم که دستگاه روی حالت قفل هست یا خیر، و بعد زامن توسی رنگ رو به داخل فشار بدید و به سمت بالا بکشینش. در به صورت خیلی راحت باز میشه. برای جا زدن رم ها یا تنظیم رم ها روی دستگاه DL580 G9 کافی که مراحل زیر رو انجام بدیم. ابتدا دو تا پیچی که دو طرف شاسی وجود داره و نارنجی رنگ هست اونا رو باز میکنیم. دقت کنید که آلن مخصوصی وجود داره که کافیه با اون آلن این دوتا پیچ رو باز بکنید. توی مرحله بعد شاسی آبی رنگی که جلوی دستگاه هست رو کافیه فشار بدیم تا زامن دستگاه باز بشه. به آرامی از دو طرف زامن رو میکشیم به سمت پایین و دستگاه قسمت دومش رو آزاد میکنه. این قسمت به صورت کشویی از تو دل دستگاه بیرون میاد. در ادامه کار بعد از اینکه این قسمت میاد بیرون، این قسمت استوب میکنه و در واقع قفل میشه. حتما باید دقت داشته باشیم دو تا شاسی آبی رنگ در دو طرف این قسمت وجود داره. اون دو تا شاسی رو حتما با دو دست باید بگیریم و کامل این قسمت رو خارج بکنیم. به هیچ عنوان هیچ قسمتی در دستگاه DL580 G9 با زور و فشار خارج نمیشه. همه چی به صورت خیلی استاندارد و طراحی شده دقیق هستش. پس هر جا که احساس کردید دارید فشار زیادی میارید، بدونید که فرآیندتون اشتباه هستش. بعد از اینکه قسمت دوم داخل دستگاه G9 و DL580 G9 رو در آوردیم، مرحله بعدی باید دقت بکنیم که در دیگه ای وجود داره که این در رو باید بتونیم ما بازش بکنیم. بسیار ساده، زامن انتهای در رو نگه میداریم و این در رو بسید کشوی به عقب میکشیم. توی این قسمت برای اینکه ما باز به رم ها برسیم باید خیلی دقت داشته باشید که قسمت هایی وجود داره که رم ها توی این قسمت ها قرار دارند. کافیه که دکمه آبی رنگی که روی این باکس ها هستش، باکس های رم هست، فشار بدیم و زامنش آزاد بکنه. خیلی راحت با دو دست به سمت بالا میکشیمش و به صورت کامل این قسمت جدا میشه. همونطور که تو ویدیوهای قبلیمون توضیح دادیم، برای جا زدن رم ها روی سرورهای HP بیشتر از اون که به اعداد نگاه کنید شما باید به حروف نگاه بکنید. همونطور که میبینید هیچ نظم خاصی در این جا زدن دوتا رم وجود نداره. یعنی منظورم اینه که پشت سر هم قرار نیست قرار بگیرن. یکی از رم ها رو اسلات A قرار گرفته که کنارش خورده 4A
و اون یکی روی اسلات 9B قرار گرفته. پس دقت بکنید A B و اگر بعدی قرار باشد رم دیگه اضافه بکنیم روی اسلات C باید قرار بگیره و بعدی روی اسلات D و به همین ترتیب رم ها توی دستگاه ها جاگذاری میشه. برای بستن این پکیج کافیه که خیلی راحت از قسمت لولایی که داره دوباره اینو ببندیم. زامن در سر جای خودش قرار میگیره و دقت بکنید قسمت آبی رنگی که در واقع بزرگتر هست به سمت بالا قرار میگیره، به سمت بیرون کیس، و از همه مهمتر زامن آبی رنگ یا پلاستیک آبی رنگ که به صورت لولایی هست باید حتما با دست گرفته بشه و بعد باکس رم به صورت کشویی توی این قسمت قرار بگیره و در نهایت بعد از اطمینان از این که رم درست جا خورده دو طرف در واقع این باکس رو، دو تا زامن این باکس رو به سمت پایین به آرومی فشار میدیم و این باکس بسته میشه، سر جاش قرار میگیره. مورد بعدی توضیح راجع به CPU های این دستگاه هستش. این دستگاه 4 تا CPU روش سوار هست. در مورد هایی هستش که کانفیگ هایی هستش که این دستگاه رو با 2 CPU در واقع ارسال میکنن و شما میتونید CPU بهش اضافه بکنید، اما در پارت نامبر هایی هستش که در واقع با 4 CPU وارد بازار میشه. همونطور که میبینید CPU ها در این قسمت قرار گرفتن و هیت سینک های مربوطه روی اون پیچ شدن. حتما دقت بکنید برای باز کردن این هیت سینک ها باید دو پیچی که در دو طرف این در واقع هیت سینک قرار داده رو به صورت خیلی با دقت باز بکنید و این هیت سینک کاملا جدا میشه. میخوام راجع به فنهایی که روی دستگاه DL580 هست با شما صحبت بکنم. این فنها کاملا به صورت هات پلاگ در واقع جا میخورن، نیاز به هیچ گونه پیچ و هیچ ابزار خاص دیگه ای نداره. برای اینکه این فن جدا بشه فقط کافیه دو زامن قرمز رنگ دو طرف فن به صورت خیلی آهسته به داخل نگه داشته بشه و این فن رو خارج بکنیم. همونطور که میبینید فن DL580 به راحتی از دستگاه جدا میشه. هر دستگاه DL580 4 تا فن به صورت دیفالت رو خودش داره. دستگاه DL580 امکان اتصال 10 عدد هارد رو از نوع 2.5 اینچی رو خودش داره. پاور هایی که روی این دستگاه هست 4 تا پاور هست که به صورت هات پلاگ اینها هم جدا میشن. کافیه که زامن قرمز رنگ رو بگیرید و انگشتی رو روی در واقع دستگیره این پاور قرار بدین و به سمت بیرون بکشین. به این صورت پاور به صورت هات پلاگ خارج میشه. حتما دقت داشته باشید موقع جا زدن پاور برای ارتباط کانکتور پاور و کانکتور بک پلین پاور با هم حتما نیاز به کمی شتاب و ضربه هستش تا این زامن مربوط به پاور کاملا تو سر جای خودش قرار بگیره. به این صورت این قسمت رو در واقع برای دوستانی دارم توضیح میدم که هدفشون اضافه کردن دیوایس هایی هستش که PCI Express 16 نیاز داره. همونطور که میبینید دستگاه DL580 به اندازه کافی اسلات PCI Express 16 رو خودش وجود داره و به راحتی میتونید در واقع کارت های مورد نظرتون رو مثل کارت GPU و غیره روش نصب بکنید.